بیننده های عزیز تلویزیون یک سلام بر شما. شما بیننده برنامه مناظره کابل و گونه زنده از استودیوی مرکزی تلویزیون یک هستین. من سمی مهدی گردانندگی این برنامه را به دوش دارم. بر اساس قانون اساسی افغانستان هر دوره کار ریاست جمهوری یا رئیس جمهور افغانستان 5 سال پیش بینی شده و بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان در جوزای سال 1393 باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. اما رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری چند قبل گفت که احتمال داره ما در سال 1393 یا 2014 نتانیم انتخابات را برگزار بکنیم و ایشان از احتمال برگزاری انتخابات پیشنگام یا به تعویق افتادن انتخابات و پس از خروج کامل نیروهای خارجی یا سپردن کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغانستان سخن گفتند. حال پرسش محوری بحث ما است که بهترین زمان برای برگزاری انتخابات کدام سال هست؟ 2013، 2014 یا 2015؟ نخست توجه کنین به سخنان رئیس جمهور افغانستان. ما کارهای فراوان پیش رو داریم، به همین دلیل تا هنوز در مورد زمان برگزاری انتخابات به تصمیم نهایی نرسیدیم. این سوال مطرح است که آیا باید منتظر تکمیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان باشیم و یا انتخابات را یک سال پیش از زمان تعیین شده، یعنی در سال 2013 میلادی برگزار کنیم. اما اینها مورد بررسی قرار دارند و تا اکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. Definitely, that's what the constitution of Afghanistan is asking. Even if the constitution allowed it, I wouldn't go ahead because it's آن چیزی است که در قانون اساسی افغانستان تصریح شده است. حتی اگر قانون اساسی اجازه این کار را میداد، من نمیخواستم دوباره به قدرت بیایم. ما به جوانها و مفکورهای جدید نیاز داریم. جای هیچ گونه پرسش در این امر نیست. اما فرق نمی کند که انتخابات در کدام سال برگزار شود، 2014 یا 2013. قانون اساسی سال 2014 را تصریح کرده است. من و برخی از همکارانم به علت کارهای زیادی که در سال 2014 میلادی با آن روبرو خواهیم شد، به این فکر افتادیم که زمان برگزاری انتخابات و یا خروج نیروهای بین المللی را از سال 2014 به 2013 تغییر دهیم. That's something that I'm thinking about. I hope we'll find a way or we can go and continue to have the elections 2014. شما سخنان رئیس جمهور افغانستان را می دیدید که در مورد احتمال تغییر زمان برگزاری انتخابات در سال 2014 و 2013 سخن می گفتند. شما می توانید با استفاده از موبایل هایتان به این برنامه رای بدین. به سوال اصلی برنامه که بهترین زمان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کدام است پاسخ بدین. اگر فکر میکنین که گزینه اول یا 2013 بهترین گزینه است، ای بنویسین و به شماره 729 بفرستین. اگر فکر میکنین که گزینه دوم یا سال 2014 که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده درست است، بی بنویسین و به همان شماره 729 بفرستین. و اگر فکر میکنین که 2015 و پس از تکمیل روند انتقال بهترین زمان برای برگزاری انتخابات است، سی بنویسین و به همان شماره 729 بفرستین. البته این خدمات به گونه رایگان از طرف شرکت مخابراتی پیوست فراهم شده. شما با استفاده از تمامی موبایل ها میتونین که از این خدمات استفاده بکنین. مهمانان ما در این بحث آقایان احمد ضیا رفعت، عضو پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی و استاد دانشگاه، آقای جنرال عبدالواسع رؤوفی، معین پالیسی وزارت داخلی افغانستان، آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و همچنان خانم فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان هستند. همه خوش آمدین. همچنان بیش از 100 نفر از دانشجویان و جوانان در این برنامه شرکت کردند و میتونند در این برنامه نظریات خود را مطرح بکنند و پرسش های را مطرح بکنند. ما اولین سوال ما با آقای نور مطرح میکنم. آقای نور، رئیس جمهور افغانستان از بحث و گفتگو و مشوره در مورد زمان انتخابات صحبت کرد. آیا شما هم، منظورم کمیسیون مستقل انتخابات است، جزء از این مشوره دهی ها بودین یا خیر؟ تشکر میکنم. ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. شما میفهمین که کمیسیون مستقل انتخابات متحد به است که مطابق به قانون اساسی کشور انتخابات را برگزار کنه. این البته موقف رسمی کمیسیون مستقل انتخابات است. در رابطه با بحثایی که صورت گرفته از مطبوعات
ما البته جویا شدیم، ولی مستقیما برای کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه مشوره صورت نگرفت. شخص رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار گفت که ما در حال مشوره هستیم با یک حلقه خاصی از مشاورین ما. آیا کمیسیون مستقل انتخابات جز از این حلقه مشاورین در مورد انتخابات نبوده؟ یکی از موضوعات که بسیار مهم است و باید بالای زمک صورت بگیره اوی است که یک بود تکنیکی پروسس که بیشتر مربوط کمیسیون مستقل انتخابات میشه و یکی هم بود سیاسی روند انتخابات است. در رابطه با روند سیاسی این موضوع ما فکر میکنم که اگر احیانا انتخابات پیش از وقت برگزار میشه باید امروی کمیسیون مستقل انتخابات مشوره صورت بگیره تا بخش تکنیکی روند آماده شده. اول مشخص را اگه بگویم در رابطه هنوز هم امروی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت نشده، مشوره نشده. خب شما گفتین که تعهد کمیسیون مستقل انتخابات است که در مطابقت به قانون اساسی انتخابات برگزار شود. قانون اساسی سال پنجم پس از انتخابات را پیش بینی کرده، جوزای سال پنجم پس از انتخابات را. حال اگر رئیس جمهور افغانستان تاکید بکنه که انتخابات در سال 2013 باید برگزار شود، شما میتونید مقاومت بکنید در رابطه؟ خب در رابطه ما امروی مطبوعات صحبتای داشتیم و کمیسیون مستقل انتخابات مشخصا نیاز داره تا بتونه روند انتخابات در سرتاسر افغانستان برگزار کنه. یعنی پروسه خرد نیست، بنان ما نیاز داریم با یک مدت زمانه که باید عملا امرای نیروهای امنیتی در رابطه با امنیت منظور چیست؟ یعنی نمیتونین در سال 2013 برگزار بکنین؟ هدفتون چیست از این که ما به زمان نیاز داریم؟ ما البته میتونیم که انتخابات رو برگزار کنیم، چون خود روند انتخابات یک پروسه ملی است، فقط ملکیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست. باید هر کسی که سن 18 را پوره کرده باشد روند یاری کنه. و موضوع دوم، باید شرایط به این روند مساعد شوه. مثلا موضوع امنیت، اگر احیانا ما در بعض ولایت امنیت نداشته باشه مثل انتخابات گذشته وره دوچار مشکل و چالش ها میشه. مشخصا اگر با سوال شما بیایم، باید بگویم که کمیسیون مستقل انتخابات اگر احیانا برشون گفته شوه که در سال 2013 انتخابات باید برگزار شوه، ما میتونیم، ولی اما اگر گفته شوه که در سال 2013 برگزار شوه به کمیسیون شما چنین خبر بیا یا امر بر شما بیا، شما ایره در مطابقت با قانون اساسی میدانین یا خیر؟ چون شما گفتین که از قانون اساسی شما حمایت میکنین. دو موضوع است. موضوع اول ما بیشتر براتون گفتم بود تکنیکیش هست. در مورد تکنیکیش اگر زمان برگزاریش بحث تکنیکی یا بحث سیاسی؟ خب زمانش مشخص در قانون اساسی ماده 61 قید است که باید اول جوزا بعد از 5 سال انتخابات برگزار شود، که ما تاکید موی است که باید قانون اساسی مراعات شود و مطابق قانون اساسی ما انتخابات برگزار کرده میتونیم. تشکر آقای رفعت. شما هم سخنان رئیس جمهور افغانستان شنیدین، برداشت شما از سخنان رئیس جمهور افغانستان چی است؟ به نام خدا، با سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان عزیز تلویزیون. آنچه آقای رئیس جمهور مطرح کردند که انتخابات اگر یک سال پیش از موعد مقرر برگزار بشه، در ظاهر امر پیش از اینکه بحث قانونیش باز بکنن میتونه موجه باشه، به این معنا که در سال 2014 وقتی اگر انتخابات برگزار بشه، یعنی در زمان مقرر، حداقل این روند از مرحله آغاز تا خط تا اعلام نتیجه نهایی و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی 7-8 ماه وقت در بر میگیره. پس میبینی که این دقیق زمانی است که هم حکومت درگیر مبارزه های انتخاباتی هست و هم از طرف دیگر درگیر میشه با چگونگی انتقال قدرت، انتقال مسئولیت، یعنی با دو انتقال مواجه میشه که اینها نمیتونن که همزمان صورت بگیرن. اما اگر زمانش تغییر بکنه بحث دیگری است که خب تکلیف قانون چی میشه در این مورد. بنابراین برگزاری انتخابات پیش از موعد امکان پذیر هست، منوط به این که در کشور اجماع سیاسی ایجاد بشه. مشوره های تنها در سطح بلیگویان
خاص حکومتی نه، با حزبای سیاسی، نهادهای مدنی صورت بگیره. در آن صورت این امکان داره که چون این انتخابات زودرس برگزار بشه، و ایران فراموش نکنه که اگر انتخابات زودرس بخوایم برگزار بشه در سال 2013، یک نکته ظریف است، آن این که اگر در همین ماه جوزا که ما قرار داره حکومت سریع اعلان نکنه که انتخابات را در پایان ماه جوزای سال بعد، یعنی یک سال پیشتر یا در طی سال آینده برگزار میکنه، در آن صورت مشکل تکنیکی جدی پیش میه. به این معنا که کمیسیون انتخابات حداقل یک سال وقت نیاز داره برای آمادگی تکنیکی، برای تمویل مالی و سیاست گذاری و اینا. البته در این مدت باید قانون پیشنویس قانون انتخابات سری از وزارت عدلیه بگذره، سری از شورای وزیران بگذره، سری به پارلمان برسه و در پارلمان روش بحث صورت بگیره و تصویب بشه. بنابراین تصور نمی کنم که همه این کارا اگر به صورت طبیعی، از لفظ سری هم استفاده کنیم، اگر انجام بشه تا نیمه امسال ما شاید قانون انتخابات جدیدی نخواهیم بود. یک را وجود داره که اعلان انتخابات از حالا بشه، اما قانون انتخابات، پیشنویس قانون انتخابات به هر حال تصویب شده نیست، اون منتظر نکن. یعنی شما در مورد برگزاری انتخابات غیر از سال 1393 مشکل قانونی نمیبینین؟ یک نکته ظریف دیگر این هست که اینگونه نشه که حزبهای سیاسی، اپوزیسیون و نامزدهایی که خارج از حوزه نفوذ حکومت هستن غافلگیر بمانن. به این معنا که حالا یک حرف آقای رئیس جمهور زدن، بعد بیان به طور مثال در ماه قوس یا جد یا در زمستان بگن خب ما چون از قبل هم گفتیم حالا به این دلیل میخوایم انتخابات زودرس برگزار کنیم، اگر چون این چیزی پیش آمد در تمام زمستان نامزدها امکان هیچ آمادگی ندارن و در سال آیندهش اینا غافلگیر میشه. اصلی رئیس جمهور جناب معین پالیسی وزارت داخله، نگرانی اصلی ظاهرا از مساله امنیت بود و روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای داخلی افغانستان. شما سال 2014 را چالش های اصلیش چی میبینید؟ چالش های اصلی امنیتی سال 2014 چی است؟ ما میخواییم به نوبه خود احترامات و سلام های خود از طریق پروگرام مناظره به تمام بیننده های تلویزیون یک و دوستای حاضر در این مناظره تقدیم بکنم. ثانیاً میخواییم در بود امنیتی و چالش هایی که در آینده شما از او صحبت کردین صحبت بکنم که وزارت امور داخل خود مکلف به تدابیر امنیتی انتخابات میدانه و با تجربه کافی که در انتخابات گذشته داشته این میتونه که تدابیر امنیتی را به صورت درست و منظمش بگیره و همچنان وزارت امور داخله چالش هایی که فراراه انتخابات خواهد بود او را، یکی از او چالش ها که اگر ما واقعا در جلسه شیکاگو که پیش رو داریم تعداد ارقام تشکیلاتی ما پایین بیاین و کمک های بودیجوی و مالی که با نهادهای امنیتی میشن این واقعا کاهش پیدا بکنن، ممکن ما چالش هایی داشته باشیم. اما در صورتی که ما تا سال 2015 تضمین داشته باشیم بر ارقام تشکیلاتی خود ما و همچنان در بعد بودیجوی خود ما، ما کدام مشکل را فعلا شما تضمین فکر میکنین ندارین؟ خب البته بعد از جلسه شیکاگو میتونیم که را به صراحت اعلان بکنیم و قبل از او هم رئیس جمهور قبلا اعلان کردن که قرار نیست هیچ نوع کاهش در تعداد نیروهای نظامی افغانستان پیش بیاید. البته نماینده ملکی ناتو هم گفت که حداقل تا سال 2015 کاهش رونما نخواهد شد. البته خوشبینی های موجود است و اگر قرار به امی باشه که واقعا تغییرات نبیاید، ما با تجارب
کافی که از انتخابات گذشته داریم. یعنی شما توانایی زیرم دارین که وزارت داخله و نیروهای نظامی افغانستان این توانایی را داره که در سال 2014 هم انتخابات را برگزار بکنه؟ البته ما قبلا بر شما تذکر دادم که با تجارب کافی که از انتخابات گذشته داریم، همچنان شما ملاحظه کردین که امنیت تقریبا نسبت به سال گذشته در ولایات مثلا هلمند، قندهار و سایر ولایات بیشتر شده و همچنان همی ساحات انتخابات نسبت به انتخابات قبلی گسترده تر خواهد بود. پس رئیس جمهور چرا نگران است؟ اگر شما آمادگی دارین، فکر میکنین، تجربه هم دارین، امنیت هم بهتر شده، رئیس جمهور چرا نگران است؟ خب این مربوط به رئیس جمهور است. ما از جانب تنها مربوط به رئیس جمهور نیست، مربوط به دولت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان هم است. نگرانی رئیس جمهور هم نگرانی امنیتی است اتفاقا. رئیس جمهور چرا نگران است؟ خب ممکن با برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان، قوت‌های ناتو و ایساف و چالش‌هایی که در برابر ما قرار داره و اگر تهدیدات به سطح بالاتر و همچنان سرحدات افغانستان با پاکستان و نیروهای افغانستان در سرحدات اینا تمرکز دارن و اگر واقعا ما جلو نفوذ تروریست‌ها از پاکستان و سرحدات افغانستان گرفته نشه، ممکن ما چالش‌هایی داشته باشیم. در غیر از اون ما آمادگی کامل داریم. تشکر. خانم کوفی، شما چه فکر میکنین؟ رئیس جمهور چرا از برگزاری انتخابات در سال 2014 نگران است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستای محترمی که در تالار هستن و بیننده‌های محترم. اولا اگر صحبتی که از آدرس حکومت افغانستان مطرح شد، مخصوصا رئیس جمهور افغانستان، مبنی به تغییر تاریخ انتخابات، حال این انتخابات یا پیش از موعد دایر شود یا بعد از موعد، به هر صورت چیزی که مهم بود در پیام آقای کرزی، من فکر میکنم تغییر موعد انتخابات است. یعنی صحبت های ممکن در ارگ صورت بگیره و وجود داشته باشه که انتخابات تغییر میکنن. رئیس جمهور گفت یک سال قبل، ممکن این هم نادیده گرفته نشه که یک سال بعد هم انتخابات اتفاق میفته. البته احتمال صورت... یک سال پس هم رئیس جمهور مطرح کرد. در هر دو صورت این در تناقض با قانون اساسی است. ولی انتخابات زود هنگام یک چیز غیر معمول در هیچ کشور نیست. به دو دلیل ممکن است انتخابات زود هنگام یا زودرس صورت بگیره. یک، به دلیلی که حکومت ها سلب اعتماد میشن و این بیشتر در نظام های صدارتی است که از طرف پارلمان صدر اعظم سلب اعتماد میشن، و یا دوم در صورتی است که حکومت خودش استعفا بده. کسانی که در رأس حکومت هستن به دلایلی که مثل آقای کرزی مطرح کرد خودشان استعفا بدن، قبل از میعاد استعفا بدن، و پیش از او باید اصلاحات و تدابیر روی دست گرفته شود که زمینه برای انتخابات زود هنگام مساعد شود. ما باورم ایست که همچنانی که ما به انتقال مسئولیت های امنیتی نیاز داریم، یعنی این روند ممکن در سال 2014 تکمیل شود، نیروهای خارجی از افغانستان یک قسمتش بیرون شوند، مسئولیت ها به نیروهای امنیتی ما بیاید، همچنان ما به انتقال سیاسی هم نیاز داریم. ما نیاز داریم قبل از انتقال امنیتی حکومت قابل اعتماد برای مردم افغانستان ایجاد شود تا این حکومت زمینه را برای انتقال با مسئولیت ادا کند. برای این ما نیاز داریم که انتخابات به موعد و با اصلاحات لازم اصلاحات لازم منظورتان در اصلاحات لازم در چند چیز. اولا نیت برای اصلاحات در حکومت فعلی، من فکر میکنم نیت برای اصلاحات در ساختارهای انتخاباتی وجود ندارم. یکی از ساختارهای انتخاباتی کمیسیون انتخابات است. بر اساس قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات، کسانی که در کمیسیون انتخابات به حیث کمیشنر انتخاب میشن یا به حیث مسئولین انتخاب میشن، اینا طی یک روند مشورتی با نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای منتخب مثل پارلمان باید اینا انتخاب شوند. تشکر. در حالی که ما یک وقفه باید بگیریم خانم کوفی، دوباره برمیگردیم به بس. بیننده های عزیز، شما بیننده برنامه مناظره کابل هستین. پس از یک وقفه کوتاه باز هم در خدمت شما خواهیم بود.